منازعه افغانستان به هر حال یک منازعه 40 ساله است، بیشتر از 40 سال میشه، ولی امین مرحله بعد از سال 2001 یا بعد از حضور امریکایی و متحدینش در افغانستان، اگر به می مرحله مشخص که مذاکره فعلی هم عمدتاً روی دو جانب متخاصم همی دوره هست، نظر بیندازیم، بیاد ما میایه که آقای جورج دبلیو بوش وقتی که اولین بیانیه خود در قسمت عملیات نظامی در افغانستان داد، یک پیام بسیار واضح برای کل دنیا داد، پیام مشخص بر افغانستان، بر افغانها و بر تمام دنیا. گفت گزینه سومی وجود نداره، یا با ما باشین یا با تروریستا باشین. بنیاد امی ائتلافای سیاسی اقتصادی بعد از 2001 امی اصل تشکیل بده که be with us or with terrorists. بی خیادم از دقیق امی صحبت از اونا. در نتیجه بسیار طبیعی بود که ائتلاف ها شکل گیری پیدا کرد و حتی یک به تدریج سه مملکت که نظام یا رژیم طالبان را به رسمیت میشناخت، خب بعد از 11 سپتامبر دفعتن اما به رسمیت شناختن خود زود گرفتن، و وقتی که عملیات نظامی شروع شد دیگه وقت بسیار زیاد هم نگرفت که اونا مستقیما مجبور شدن طالبا که مراکز خود بگذارن و فرار بکنن. یک عقب نشینی بسیار بی سابقه و تاریخی صورت گرفت و گم شد کلگی. رهبری ها می شرماند و خلا به یک شکل توسط گروه های دیگه در اون زمان مشخص پر شد. ولی چیزی که در سطح افغانستان، منطقه و جهان صورت گرفت اینمی بود که ولو صادقانه یا نسبتاً غیر صادقانه یا کاملاً غیر صادقانه، ولی هیچ کسی جانب مقابل نگرفت. فرض بگیریم که میانجی یا تسهیلگر در این میان باشد، این در تضاد با موضوع مالکیت و رهبری پروسه صلح به دست خود افغان هاست؟ مبحث یا دیسکورس مالکیت افغان ها و پروسه که از خود افغان ها باشه و به رهبری افغان ها باشه بسیار یک اعلان تجارتی واره مکررن مطرح شده، با تأسف از سوی او کسهای بسیار زیاد تکرار شده که خودشان اصلا هیچ وجه برزی قائل نبود، هیچ وقت قائل نبودن، مثلا هیچ برشان اهمیت نداشت. ما دیدیم، ما شاهد بودیم که در مرحله ابتدایی از این پروسه که منتج به معامله یا توافقنامه بین آمریکا و طالبان شد، هیچ چیزی به نام رهبری افغانی وجود نداشت. نه تنها او، که حتی یک افغان هم در اتاق که امی سند به امضا رسید و جز از او کسایی که میتونیم بپذیریم که افغان هستن ولی مشخصا نماینده طالبا بودن، بدون حضور نماینده طالبا هیچ افغان دیگه، حتی یک خبرنگار آزاد و مستقل افغانستان هم حضور نداشت. دیگه این فریز که استفاده شده یا این جمله که همیشه استفاده شده که پروسه صلح افغانا باید به رهبری افغانا باشه، مالکیتش به عهده افغانا باشه، این بیشتر یک اعلان تجارتی بوده تا به حال تا مرحله ابتدایی را نسبت به یک واقعا یک مفهوم واقعی داشته باشه. ولی در افغانستان اینطور یک گزینه و اینطور یک فرهنگ وجود داشته که همیشه جایگاه میانجیگر، کسایی که میانجیگری میکنن، یک جایگاه بسیار خوب بوده و یک نفر میتونه که خودش یک مثلا در قریجات افغانستان که میتونه که میانجی بسیار قوی باشه برای یک قریه دیگه، ولی یک روز اگر در خانواده خودش یک منازعه به وجود میایه، او باز خودش با وصف از اینکه یک میانجی بسیار قوی هست، او خودش نمیشینه در اون مجلس گوره حل کنه، به خاطر که طرف واقع میشه. ناگزیر است که برای باز یک دو سه نفر دیگر را بیاره که شما بیاین این مشکل ما را حل کنیم. ما این تو یک فرهنگ داریم. حالا اگر دو طرف متخاصم که امروز چندان نشیشتن هم، خب بر فرض بکنیم که امروز رفتن در دوحه که روی روبروی همدیگه بشینن و کار بکنن، اگر دوی از اینا نمایندگی عظمی افغانستان رو بکنن که امروز یک فرهنگ داره، هیچ امکان نداره که یا به نتیجه برسن، به خاطر که نه از دیدگاه فکری و ایدئولوژیک، نه از دیدگاه سیاسی، نه از دیدگاه ارزشی اینا وجوه مشترک دارن. هر کدامش ارزش‌های خود داره و به خاطر ارزش‌های خود امروز مردمایشان متحدینشان در جبهات خونشان ریخته میشن.
دیگه غیر از اینکه یک پارتیسیوم در اوجا باشه، اینجا مسئله مالکیت هیچ در معرض خطر قرار نمیگیره، به خاطر که جایگاه پارتی سوم در اینجا بسیار تعریف شده هست. با توجه به تفکیک مفاهیم همچون میانجی، تسهیلگر یا زامن، اگر شما یک از این مفاهیم را پیشنهاد بدهید که یک یا چند کشور در قالب آن به میز مذاکرات بیایند و هر یک از این مفاهیم چه نقش و کارکرد مشخص دارد؟ اگر ما بر یک لحظه اطور فرض بکنیم که کشورها مطرح باشند که میانجیگری بکنند، ما گفتیم که منازعه افغانستان یک منازعه هست که ابعاد مختلف داره، ابعاد داخلی، منطقوی، فرامنطقوی و جهانی. این حال ما گفتیم هیرم که تمام از این بازیگرهای منطقی و فرامنطقی و جهانی هر کدامشان نقش یک تاریخچه دارن که با یک طرف از این جوانب متخاصم مستقیما تمویل کردن اونا را تطمیع کردن، یعنی همیشه مستقیما تحت تاثیرشان بوده امی گروه های درگیر. بنابراین بسیار مشکل خواهد بود که نقش میانجیگری را این کشورها داشته باشن. زمانت و زامن بودن یک موضوع علیده هست. در زمانت ما میتونیم که کشورهایی که به صورت نسبتا مستقیم تر در این پروسه ها سهیم بودن، مثلا کشورهایی که مسئولیت تسهیل کردن محلات بود و باش، تسهیل کردن حتی پاسپورت ها و اسناد از اینا و سفرهای از اینا را داشته، اینا ممکن بتانن یک زامن خوب باشن از یک طرف، و کشورهایی که تمویل کننده جمهوری اسلامی افغانستان بوده شاید از این طرف بتانن زمانت خوب بکنن که ما امی حکومت که ما تمویل کننده از اینا در طول مثلا اینقدر سال بودیم، یعنی یک نمایندگی از کشورهای آل، اگر مشخص تر بگویم همسایه و کشورهای غرب، اروپا و آمریکا و اینا. مگرم مشکل در کجا هست؟ تسهیل کردن و میانجیگر بودن مساوی یا موازی با تضمین کردن یا ضمانت کردن نیست. ضمانت هم میتونن که اینطور کشورها بتن به خاطر از اینکه اینا به اصطلاح یک لیوریج، یک امتیاز بالای عظمی دوم گروه متخاصم دارن، اما تسهیل بس کار از اینا نیست. تسهیل بس مزیاتر بر بنیاد تحقیقات و مطالعاتی که از منازعات مختلف داشتیم زیادتر فکر میکنم که هیچ نهاد، نه تنها حکومت ها، حتی هم نهادهای بین المللی هم در اینجا یک تاریخچه دارن که برشان مشکل خواهد بود که میانجیگری بکنن. به طور مثال ملل متحد، به طور مثال سازمان های دیگه که اصلا سازمان اسلامی، سازمان کنفرانس های بین المللی یا اسلامی، سازمان کنفرانس های اسلامی، درست؟ اینا نمیتونن، به خاطر که تاریخ نشان داده که عملا تاریخ باشین که اینجا در مجبور کنم باز ببخشین تاریخ نشان داده که عملا ای کشورهایی که ای نهادهایی که مثلا ملل متحد اینا هستن تجارب خوب را در قسمت میانجیگری ها نداشتن. همی تاریخ معاصر ما میره نشان داده، بازم ای کشورها توسط امو کشورهایی که این نهادها توسط امی کشورها پس دوباره فند میشه و اینجا یک کانفلیکت آف انترست یا یک تضاد منافع مطرح میشه. چیزی که ما من حیث یک محقق میخوایم در اینجا مطرح بسازم ای است که ما بریم در سطح همی کشورها و فراتر از این کشورها، مثلا در سطح منطقه و فراتر از منطقه، ما دنبال افراد شایم که از دیدگاه تکنیکی یک اوتوریتی خوب در قسمت میانجیگری دارن، از سکتورهای خصوصی، از سکتورهای اکادمیک، از سکتورهای تحقیقاتی و مطالعاتی که از دیدگاه تکنیکی امو فن تسهیل کردن اینا بلد هستن، اینا مورد اعتماد اردو جانب قرار گرفته میتونن و یک ترکیب از اشخاص و افراد باشه که در همه طور منازعات اینا یک اندازه تجربه دارن از دیدگاه تکنیکی. یعنی ما میفهمم که پولیتیکس مسئله را یا پولیتیک مسئله را ما نمیتونیم که از نظر بیاندازیم، ولی اگه فرض بکنیم که کشورها بیاید دوباره سهیم شود در اینجا در نقش تسهیل کننده، ای بازم مسئله را سیاسی خواهد بسازه و به می خاطرم هست که اردو جانب تا امروز موافقه نکردن که
نقش میانجیگری را در کسی ایفا بکنه. قطر تسهیل کردن قطر یک تسهیل کردن میخانیکی هست، مثلا فیزیکال سپیس یا فضای فیزیکی را برای از این مذاکرات فراهم ساخته. ولی ما میبینیم که فضای فیزیکی یک جانبازی است، بسیار خوب است. اگه این نمی بود خب ما هیچ هم تو یک فرصت هم نداشتیم، یک فرصت که نچندان تال مسئولیتش برای هیچ افغان تال به اثبات نرسیده، ولی لااقل میفهمیم که یک راه هست که ممکن یک روز ما را به صلح برسانه، چون بر افغانا خو خونریزی ادامه داره کماکان بدون در نظر داشته اتفاقی که در 28 فوریه افتاد. بر افغانا خو جنگ ختم نشده. نقش قطر یک نقش مهم هست. ما وقت بحث تحصیل کردن از این پروسه ها مطرح میشه، بر تحصیل کردن یکی از ضرورت ها فضای فیزیکی هست که در اونجا هر دو جانب احساس اطمینان و اعتماد بکنن، در اونجا سفر کرده بتانن و بتانن که از اون فرصت های فیزیکی استفاده بکنن که با یکی دیگه صحبت و گفتگو داشته باشن. بحث دیگه که در قسمت میانجیگری مطرح میشه محتوای صحبت است، موارد و محتوای صحبت. در مراحل مختلف همی پروسه آخر در دو سال گذشته را اگر ما شما نظر بیندازیم، مشکل کلان از این پروسه در ابعاد مختلف میتونه ارزیابی شود، ولی یک بودش که من اینجا میخوایم مطرح بکنم این است که بس هیچ وقت محتوایی نشد. حتی امی مرحله آخریشه که بس رفت دینی شد، مثلا بس رفت بسر از ای که مچم نام چطور میشه و گپا، اینا هم به دیدگاه مردم افغانستان محتوایی نیست. ما چرا اختلاف سر دین داشته باشیم؟ افغانستان 99.9% مسلمان هست. حالا ما چرا ایره مذهبی بسازیم که کدام فقه؟ و ما قانون اساسی داریم و در افغانستان اسلام در سال 1994 یا 96 نامده که مال به بنیاد از او تعقیب بکنیم که کدام جریان سیاسی از پیش ما کدام طرف هم میخواه. بنابراین مسئله مهمه که مطرح هست در اینجا اینمی هست که وقت بحث از میانجیگری و گپا میشه، زیادتر توجه روی از این شوه که ما از همی پروسه که فعلا جریان داره یا همی پروسه که فعلا جریان داره چقدر ما میتونیم که بحث از جریانات سیاسیش یا پولیتیکش یا مسئله تقسیم قدرت بیرون بکشیم و روی محتوا بیاریم. در تجربه کشورهای بین المللی امی چیز مشهود بوده که میانجیگرها موفق به این شدن که هر دو جانبه متوجه بسازن که محتوای بحث چی باشه و چگونه محتوای بحث باعث از این شوه که جوانب مختلف اردوش در محتوا به نتیجه برسن، تا ای که در شکلیات و یا بحث‌های حساسیت برانگیزه که مثلا شاید به هیچگاه کس نتانه که در اونا به نتیجه برسن. کشورهای همسایه، منطقه، فرا منطقه و در سطح جهانی در جنگ افغانستان دخیل بوده و اخیراً در روند صلح نیز. به نظر شما ضرورت است که این کشورها را به طور رسمی دخیل در پروسه کنند یا این که بهتر است در حاشیه باشند؟ ببینین، ما دیدیم که هر کشور، هر گروه، چی گروهی از جمع گروه‌های متخاصم داخلی باشه، چی منطقوی و فرا منطقوی و جهانی، هر گروهی که در حاشیه قرار گرفت باعث مشکل شد در افغانستان. تاریخ 40 ساله ما شاهد همی واقعیت است. بنابراین یک سهم مشخص در نظر گرفتن برای هر کشوری که به شکل از اشکال دهی منازعه دخیل بوده بسیار زیاد ماهرانه هست. مشکلی است که ما به تناسب نقش کشورهای بین المللی، متحدین بین المللی افغانستان، ما امو چیشانه بینیم به تناسب کمک های اقتصادی که کردن، به تناسب عسکر که در افغانستان فرستادن، ما میبینیم که اونا یک اندازه قلدری نسبتا قوی تر دارن نسبت به کشورهای دیگر. حالا به طور مثال اگر یک اندازه واضح تر بگویم، نقش که امریکا ایفا میکنه تا نقش که اروپا در این پروسه داره مساویانه نیست، به خاطر که نه عساکرشان به صورت مساویانه دیجه حضور داشته، نه کمک های اقتصادی و مالیشان در پروسه های 20 سال گذشته در افغانستان. به می تناسب نقششان فرق داره.
ما دو صورت امو شعار را که گفتم، امو جمله را که گفتم به عیس شعارگونه تال استفاده شده نسبت به یکی به مفهوم واقعی، به این خاطر است که تا زمان که ما واقعا رهبری واقعی از این پروسه را افغانی نسازیم، بسیار مشکل است که ما بتانیم که یک توازن و یک توازن خوب را در این پروسه به وجود بیاریم. امی فعلا این پروسه هیچ توازن نداره، صرف به خاطر که دو طرف حاضر شدن که هر دو طرف در یک شهر و شاید هم در یک چند کیلومتری از یکی دیگه زندگی کنن و شب و روز خدا بگذرانن، مانای توازن و توافق نمیته. ما میبینیم که در یک ماه اینا اصول مقدماتی را عطا بهش به نتیجه نرسیدن، چی رسه به ای که جنگ ختم کنن و بر ما قیمت تمام میشه، به خاطر که هر روز ما افغانای خود در این پروسه از دست داده میریم، در شهرها، در روستاها، در قریجات افغانستان از حاکر از بین میرن، اما هر کسی که افغان است از بین میره، یک کار خوب نیست. اینال ای رای حل که مثلا از این چخصم از این جنجال آدم بیرون بره و بر از اینا یک چطور بر از این کشورها یک مثلا میکانیزم را به وجود بیاره که اینا سهیم باشن، نیاز به دو شرط بسیار مهم و اساسی داره. یکی نیاز به یک رهبری بسیار گسترده و قوی و همه شمول جنای افغانی داره، جنای افغانی متحده که بتانه با یک اتوریته نمایندگی از مردم افغانستان بکنه و بتانه که در یک طرف میز مذاکره در مقابل طالبا قرار بگیره. ما در اینجا دیدیم که تضادهای فراوانی که بین گروه های مختلف سیاسی در افغانستان وجود داشته در 20 سال گذشته و همی فعلا ای باعث شد که ما اول در این زمینه بسیار مشکل داشته باشیم، تا ای که بالاخره 2 سال در بر گرفت که ما تانستیم یک تیم مذاکراتی را تشکیل بتیم که امو افراد که اعضای از این تیم هستن یک نمایندگی خوب از امی معضلات سیاسی بین امو الیت های افغانستان میکنه یا امی ایان های سیاسی افغانستان میکنه. درست است؟ اینال او بر ما شما نشان میده که امی توافق سیاسی بین رهبری افغانستان یک توافق میکانیکی بوده، یک کس بچه خود اونجا روان کرد، یک کس یک عضو نماینده سمبولیک خود اونجا روان کرد. خب یک تعداد هم نماینده های واقعی هستن، از یام نمیتونیم گذشته از نهادهای مختلف، ولی به هر حال روی هم رفته. امو تفاهمی که به خاطر رسیدن به صلح واقعی و دوامدار بین رهبری سیاسی افغانستان باشه، با تاسف بگویم که صادقانه وجود نداره. امی هست که وقتی که ما خود ما در یک خلای رهبری واقعی هستیم، ما نمیتونیم که یک نقش به حساب پرواکتیو داشته باشیم. بالفعل میگیم پرواکتیو، درست؟ یک نقش بالفعل داشته باشیم در ای که چی رقم نقش میانجیگرهای فراتر از افغانستان در این پروسه تسهیل بکنیم. خود ما سر خود اعتماد نداریم من حیث یک رهبری متحد از افغانستان. وقتی که خود ما میگم اینجا مطلبم ضرورتا رهبری سیاسی افغانستان است. این اعتماد هر زمانی که در رهبری سیاسی افغانستان به وجود آمد، ما به سادگی میتونیم که نقش میانجیگرها را یکی تعریف بکنیم، شرایط برشان مطرح بکنیم، اعتماد طرف مقابل هم جلب بکنیم و مایر از طرف مقابل هم میگم طالبا هم باید امیر رهبری قوی داشته باشن. طالبا هنوز هم سیاستشان تنها و تنها یک پیام میرسانه بیرون، پیامی که زیادتر مطبوعاتی است و زیادتر تبلیغاتی است و او عمدتاً روی ازی چارچوب هست که ما برمیگردیم به قدرت. روی ازی نیست که ما یک تفاهم میکنیم و بازی یک اتحاد به وجود میای و نمیفهم چطور. اینال هم رهبری طالبا، هم رهبری حکومت افغانستان، دولت افغانستان اگر چارچوب وسیع‌تر شده نظر بگیریم، هنوز در اون مرحله نرسیدن که خود بفهم بشناسن و بتانن که یک تعریف مشخص از امی پروسه صلح داشته باشن. در عدم یک چارچوب رسمی و عدم تعریف نقش کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان، اجماع منطقه‌ای به چی معنا؟ ما نیاز داشتیم که اینجا یک رهبری بسیار قوی سیاسی را به وجود بیاریم که اول یک اعتماد در سطح اعتماد مردمی نسبت به رهبری سیاسی به وجود بیاره که امروز همه روزه این اعتماد گرافش پایین تر شده میره. اعتماد مردم همه روزه به جای از اینکه بلندتر بره پایین تر آمده میره از دولت، از حاکمیت افغانستان در کل.
به خاطر که دولت مردم افغانستان مردمی که با قیمت جان خود رای دادن در انتخابات که امی دولت از اونا نمایندگی بکنه، امروز دچار بسیار واهمه و تشویش و نگرانی به خاطر آینده خود و اولاد خود هستن. این اعتماد وقتی که پایین میایه دیگه بسیار مشکل میشه که رابطه بین دولت و رهبری سیاسی تقویت پیدا بکنه. رهبری سیاسی از جانب دیگه موضوع همشمولیت باید در نظر بگیره یا انکلوزیویتی. همشمولیت در اینجا باز هم محدود و منحصر به چند تا گروه سیاسی نظامی نباشد. مردم افغانستان از تمام ولایات افغانستان، از تمام اقوام افغانستان، از تمام قبایل افغانستان به شکل از اشکال خود باید دمی رهبری سیاسی پیدا بکنه. ما میفهمیم که انکشاف در اینجا نامتوازن هست، توزیع منابع نامتوازن هست، از بیکاری و از دیگه پاخو نمیخوایم که سر از او بحرانات و مشکلات که وجود داره بریم. بنابراین این رهبری تا که خودش در حقیقت به شکل عمل نکنه که برنامه بسیار مشخص و تعریف شده ای را داشته باشه، به اساس از او چارچوب فکری و از او برنامه، باز اگر در آجندای خود بگنجانه که ما در این قدر مرحله میریم و یک توافق بسیار مشخصه با کشورهای منطقه علایده علایده مطرح میکنیم، از اونا هم یک تعهد کتبی و در حضور نماینده های مثلا جامعه بین المللی میگیریم، اما قسم میریم به ایران جا، باز تنها به سفرها خب بسیار نقش سمبولیک داره. اوتر اگر از دیدگاه سفرها بگیریم، آقای سفیر خلیلزاد هیچ وقت به سفر به کابل نبودن در تمام پروسه ها، ولی آیا میتونیم گفته که انتهای نتیجه گیری از او سفرها نمایندگی از این میکنه که این پروسه افغان شمول بوده و مالکیتش به دست افغان ها، و اگر فرض بکنیم که خود آقای خلیلزاد افغان نمیشن گفته، به خاطر که اگر خون افغان دارن اونا عملا از سیاست های خارجی و از سیاست های ایالات متحده امریکا نمایندگی میکنن تا یکی از افغانستان نمایندگی کنن. بنابراین سفر از هیچ کده شاید خوب باشه، اما به عقیده من سفری که مشخص آجندا نداشته باشه و یک نتیجه بسیار مشخص تعریف شده از او بیرون نبیه، از سفرها همگی ما بسیار زیاد کردیم و شاید نتیجه دلخواه نداشته باشه. نقش کشورهای گروه حامی صلح افغانستان را در این روند چگونه بررسی میکنید؟ آیا ممکن است که این گروه تبدیل به میانجی یا تسهیلگر در قالب رسمی شوند؟ امی نقش از این کشورها در معزل امروزی افغانستان به تناسب تعداد عساکرشان، به تناسب مقدار کمکشان و امو امتیازشان سر حکومت افغانستان است، سر دولت فعلی افغانستان است، درست؟ به او خاطر اینا هر کدامشان امو حقایق در نظر گرفته یک نقش را میخواین ایفا بکنن. اینا در تسهیل پروسه نقششان مؤثر هست، تا به حال مؤثر بوده، امیام هست که لااقل گفتیم به طور مثال قطر بسیار نقشش واضح هست، از لحاظ فیزیکی یک فضا را برابر ساخته. آمریکا نقشش واضح هست، آجندای مشخص خود داره، تعریف هم کده، هیچ کس او را نمیتونه که در نظرم نگیره، به خاطر همون نقش برجسته‌ش در این پروسه 20 سال گذشته. کشورهای اروپایی هم به متناسب نقش خود دارن، البته ناروی و آلمان دو کشور هستن که بسیار مطرح هستن، اینا جز اتحادی اروپا هم هستن و این هم میتونه که به شکل از اشکال یک نمایندگی از نقش اتحادی اروپا هم در افغانستان بکنه، اما اینا نه میتونن که ضامن از این پروسه باشن و نه هم میتونن که میانجی باشن. چرا نمیتونن که میانجی باشن؟ به خاطر که کشور ناروی، کشور آلمان، کشور ایالات متحده امریکا مستقیما عسکر داشتن در افغانستان. حالا خو نمیشه که یک شبه ما امی جنگ 20 ساله را ما یک شبه تو فکر کنیم که هیچ اتفاق نفتاده. اینا عسکر نظامی داشتن، قوه نظامیشان در مقابل امو رقمه که امروز در طرف طالبا حکومت افغانستان شیشته و حکومت افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان امروز در مقابل طالبان می جنگه. تا دو سال سه سال پیش، تا سال 2014 تمام از کشوران در مقابل طالبان می جنگیدن، من حیث متحدین افغانستان. بنابراین یک ویژگی مشخص افراد و یا نهادهای میانجیگر اینمی هست که در منازعه
که وجود داشته اینا سهیم نباشن. به این خاطر بسیار سخت است که در دنیا، البته ناممکن نیست، اما سخت است که تو کشورهای را پیدا بکنیم که امو شعار آقای بوش در سال 2001 تعقیب نکردن و یک مقدار بی‌طرفی خود در همین موضوع حفظ کردن. نه به خاطر از اینکه جانب تروریسم بگیرن، نه به خاطر از اینکه جانب ضد تروریسم بگیرن، مگر هم دیدن که مستقیما مورد تهدید نیستن و یک کم گوشه‌گیری کردن. حالا اگر ما اونطور کشورها را شناسایی بکنیم که مورد اعتماد هر دو جانب قرار بگیره، ما میتونیم که از اونا افراد به حساب خبری دارای تجارب مشخص حل منازعات پیدا بکنیم، شناسایی بکنیم و اونا رو بیاریم و بگویم که خب و یکی هیچ نوع علایق مشخص تعریف شده ای را در سرزمین اونا نداشته باشن. این بسیار مهم هست، به خاطر که هر بی‌اعتمادی که شما پیشتر یادآوری کردین و ما میخوایم روش تاکید بکنم، به این خاطر است که میفهمیم که افغانستان هنوزم محراق مداخلات خارجی است. این محدود تنها به همسایه افغانستان نمیشه، بلکه فراتر از همسایه ها هر کس در جنگ از جام به گفته به قول خود شما منافع خود داره و در صلحش شما میتونه که منافع خود داشته باشه. گروه یا نهادی که به عنوان میانجی در آینده مطرح باشند چه نقشی در این روند مذاکرات صلح افغانستان میتوانند بازی کنند؟ من فکر میکنم ضرورت بسیار عاجل و اساسی برای گروه های میانجیگر هست. همون رقم که گفتم، این گروه ها میتونن که ضرورتاً از نهادهای باشن که به صورت مستقیم در افغانستان نه حضور داشتن و نه هم ضرورتاً نقش داشتن، به خاطر که یک مقدار اعتماد سازی میتونه از این شروع شود که ما هیچ دیجه دمی پروسی سیاسی افغانستان سهیم نبودیم، بنابراین بر ما این فرصت داده شد، ما میتونیم که در قسمت اوتو نهادهایی را ما نام به خاطر تضاد منافع یا بهتر شاید نباشه که بگیرم، ولی مطمئن هستم که وجود دارن. وقتی که ما صحبت کردیم با کسایی که متخصص در این قسمت هستن، اونا میگه که چنین نهادهای وجود داره. اینجا ما باید در نظر داشته باشیم که تمام از این پروسه‌ای که ما روش صحبت میکنیم، از جمله پروسه صلح افغانستان، یک پروسه خیلی حساس و یک پروسه فوق العاده پیچیده سیاسی هست. این حال کسی را که ما به حیث میانجی در نظر میگیریم، با در نظر داشته داشتن از این خصوصیت که اونا مستقیما سهیم در این پروسه ها نبودن یا از یک کشور نمیان که در اینجا اسکر داشته و در عملیات های نظامی و غیر نظامی مثلا سهیم بوده و اینا، اینجا باید اینا امو تکنیک های مذاکراتی، تکنیک های حل منازع و تکنیک های میانجیگری را هم باید بفهمن. ممکن است که ما امطور افراد در خود قریای افغانستان پیدا کنیم که یک ترکیب از افراد باشه که مثلا یک کلتور یا یک فرهنگ سنتی افغانستان در قسمت حل منازع میاره و یک ترکیب از متخصصای بین المللی باشه که تجارب دنیا را پس میاره، که اما قسم جنگ که در افغانستان بوده ممکن در بسیار نقاط دیگه جهان هم وجود داشته باشه. چون این یک پروسه، اگر پروسه را یک مقدار ورا از سیاست و عمدتاً تکنیکی در قسمت میانجیگرا و نقششان داشته باشیم، یک امیدواری هست که یک مقدار ای پروسه را تسریع بسازه و ما را به نتایج نهایی رسیدن به صلح دوامدار و واقعی نزدیکتر بسازه.